دوستای عزیزم سلام. همونطوری که میدونید اخیراً ابزارهای شارژی داره جایگزین ابزارهای برقی میشه و یکی از مهمترین قسمت‌های همین ابزارهای شارژی هم باتری‌های اونا هستش و این باتری‌ها هم توی ابزارهای شارژی یک عمری داره، یعنی بعد از اینکه یک مدتی استفاده می‌کنیم این باتری‌ها خراب میشه و ما مجبوریم این باتری‌ها رو تعویض کنیم. از طرفی هم باتری ها در ابزارهای شارژی قیمت بالایی دارن و به خاطر همین هم این باتری ها قابل تعمیر هستند. هزینه تعمیر اونها از هزینه تعویض اونها کمتر میافته. ما هم تصمیم گرفتیم روش تعمیر این باتری ها رو به صورت، حالا یه ویدیو که نمیشه چندی، شاید ده ها ویدیو باشه، به صورت ویدیو تولید کنیم و در اختیار دوستان قرار بدیم. ولی خب برای اینکه ما آموزش تعمیرات باتری یاد بگیریم حتما لازمه این کار گام به گام انجام بدیم. اول باید این باتری ها رو بشناسیم، روش سربندی اونا رو بدونیم، چه نوعی هستن، چه ساختاری دارن، روش شارژشون چطوریه، دشارژشون چطوریه، چطوری کنترل میشه و امثال اینها. به خاطر همین هم ما میخواییم از پایه شروع کنیم. اگه شما تمایل دارید این کار یاد بگیرید، بهتر این ویدیوها رو از ویدیوی اول شروع کنید به نگاه کردن، چون این ویدیوها به صورت زنجیروار به هم دیگه وصل هستن. خب باتری هایی که توی ابزارها به کار میره، ما اکثرا با دو نوع باتری کار داریم. یه مدلش باتری های لیتیوم هستش، مثل همین باتری که توی همچین پکایی به کار میره، در واقع جدیدترین نوع باتری هستش. یه مدل هم هستش نیکل کادمیوم، که این باتری ها بیشتر توی ابزارهای قدیمی، در واقع ابزارهای شارژی قدیمی استفاده میشد، ولی البته الان هم استفاده میشه. توی جارو شارژی هم استفاده میشه از این باتری. یک سری مشخصاتی دارن این باتری. از این مدل در واقع دو نوع هستش، SC هست و 4.5 SC هست، ولی بیشتر متداول ترینش توی ابزارها مدل SC هستش. یه سری مشخصاتی رو این نوشته: 1500 میلی آمپر ساعت، در واقع 1.5 آمپر ساعت ظرفیت این باتری هستش، و اینکه 1.2 ولت ولتاژ نامی این هست. در حالت فول شارژش تا ممکنه 1.4 ولت هم این برسه. این باتری ها دارای تاریخ مصرف هستن، حتما به این نکته توجه کنید، چون این بعد یه مدتی اینا در واقع میشه گفت فاسد میشن، یا کارهای خودشون از دست میدن، یا در واقع اون کارهای ایدئال رو ندارن. تاریخ تولیدش 1/1/2022 هستش و ساخت چین هم هستش. یه مورد دیگه هم هست رو این باتری ها، در واقع بهش میگیم ضریب تخلیه باتری ها. توی این باتری 10C هستش. ضریب تخلیه میگه سرعت شارژ و سرعت دشارژ باتری رو نشون میده. هرچی این ضریب تخلیه بیشتر باشه، در واقع این هرچی این عدد بیشتر باشه، باتری سریعتر جریانش تخلیه میشه، یعنی یک مصرف کننده با توان بالاتری رو راحت میتونه این باتری ساپورت کنه. یه مدل دیگه‌ش هم هستش نیکل کادمیوم دبل آی. این باتری هم، حالا این چیزی که اینجا نوشته 1000 میلی آمپر ساعتشه، 1.2 ولت هست، و بیشتر این باتری توی ریش تراشه یا ابزارهای خیلی کوچیک، مثل پیچکشی‌های کوچیک کاربرد داره. تقریبا ساختارش با این یکیه. برای کلن شارژ این باتری ها، ما نمیتونیم این باتری ها رو مستقیم به شارژ بزنیم. شارژ اینا باید کنترل شده باشه، مخصوصا باتری های لیتیوم. خب کنترل شارژ اینها توسط مدار انجام میشه. یک بردی هستش، برد کنترل بهش میگن، که خب در ادامه توی باتری های مربوط به لیتیوم حتما بهش اشاره میکنیم چطوری سربندی بشه. و شارژ این باتری ها هم توسط NTC و ترموفیوز کنترل میشه. باز اونم توی پک کردن بهش اشاره میکنیم، نقشه های سربندیشو حتما اونجا ترسیم میکنیم که چطوری این NTC و ترموفیوز توی مدار اینا قرار میگیره و باعث کنترل شارژ اینها میشه. البته اینا رو هر کدومو
توی مبحث خودشون توضیحات مفصلش انجام بهتون میگن، ولی فعلا خواستیم یک در واقع آموزش اولیه داشته باشیم، بدونیم باتری ها رو بشناسیم، متداول ترین نوع باتری های مصرفی کدوم ها هستن. قبل از این ما باید سربندی این باتری ها رو یاد بگیریم. الان به فرض مثال این یک باتری لیتیومه 1865، 18 قطر اینه 18 میلیمتر، 65 میلیمتر طولشه، 2000 میلی آمپر ساعت این در واقع جریان مصرفی این باتری هستش، در واقع 2 آمپر ساعت میشه، 10 سی ضریب تخلیهش 3.7 ولت هم ولتاژ نامیشه. ببینید این باتری تا 4.2 ولت هم 4 ولت و 4.2 ولت هم میتونه شارژ بشه، ولی بیشتر از اون بخواد شارژ بشه بورد کنترل جلوی اینو میگیره. این باتری کمترین شارژی که کمترین ولتاژی که میتونه شارژ بشه در واقع 2.8 ولته. اگر کمتر از 2.8 ولت باشه اینو بورد کنترل، اگه ولتاژ این افت کنه به کمتر از 2.8 ولت برسه، توی اون مدار مربوط و مدار کنترلی که داریم، بورد کنترلی که داریم، این از مدار خارج میکنه. حالا توی مبحث خودش با نقشه و با در واقع اون الگوریتم هایی که داره حتما اینو توضیح خواهیم داد. ما الان میخواییم بریم ببینیم این یک باتری پک 20 ولت هستش، 20 ولت 3 آمپر ساعت، در واقع 3000 میلی آمپر ساعته. ما میخواییم ببینیم این در واقع این باتری از این باتری تشکیل شده، چند تا از این مدل باتری رو حالا اومدیم سری یا موازی میکنیم. باتری های پک مثل اینو ما در واقع پک میکنیم و درست میکنیم. ما میخواییم ببینیم چطور این باتری ها را، این سلول ها را ما باید کنار هم قرار بدیم تا به همچین باتری هایی برسیم. خب ما حالا این باتری لیتیوم رو داریم، ما 3.7 ولت، برای اینکه حالا توی بحث این معادلات راحت تر رونتر باشه، ما اینو 4 ولت در نظر میگیریم. ما یه باتری داریم با ولتاژ 4 ولت و با جریان 2 آمپر ساعت، 2 آمپر. خب ما اینو میخوایم سری کنیم، میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. به فرض ما سه تا باتری رو بیایم پشت سر هم به این صورت قرار بدیم. منفی مثبت، سه تا باتری 4 ولت رو پشت سر هم قرار میدیم به صورت سری. توی این مسئله، توی این مورد اتفاقی که میفته، در حالتی که ما باتری ها رو به صورت سری قرار میدیم، ولتاژ ها با هم جمع میشه اما شدت جریان ثابت میمونه. پس ما میگیم وی ماکس برابر است با این، اگه یک وی یک به اضافه وی دو به اضافه وی سه مساوی چند میشه؟ 3 تا 4 جمع میشه میشه 12 ولت. بس ولتاژی که ما اینجا داریم میشه 12 ولت، جریانی که داریم میشه 2 آمپر ساعت. الان با نوشتن این معادله ما رسیدیم به یک باتری که این ولتاژ داره، 14 ولت 2 آمپر ساعت هستش. این روش سریش بود. حالا ما میخواییم همین سه تا باتری رو به صورت موازی با هم ببندیم، پکش کنیم. میرایم سه تا باتری منفی مثبت منفی مثبت با هم وصل کنیم. اگه اینجا ما یه ولت متر وصل کنیم تو این نقطه، در حالت موازی ولتاژ ثابت میمونه، جریان ها با هم جمع میشه. اگر جریان ها با هم جمع بشه، سه تا جریان بخواد با هم، سه تا دو بخوام با هم جمع بشه، میشه 6 آمپر ساعت. بس باتری که اینجا تشکیل میشه یک باتری هست، سه تا باتری که موازی شدن، یک باتری هستش که ولتاژش شده 4 ولت،
جریانش شده 6 آمپر ساعت. خب نتیجه گیری ما چی میشه؟ میگیم هر وقت بخوایم ما ولتاژ رو ببریم بالا توی پک کردن، باتری ها رو به صورت سری با هم پک میکنیم. هر وقت بخوایم شدت جریان رو ببریم بالا، توان مصرفی باتری رو ببریم بالا، اونا رو به صورت موازی با هم پک میکنیم. حالا من دو مدل باتری اینجا الان نشون میدم خدمتتون. ببین این باتری نیکل کادمیوم هستش، در واقع اومده 5 تا باتری رو به صورت سری با هم قرار داده و 1.2 ولت هست. این هم باتری لیتیوم هستش که به این صورت با پلیت اومده اینا رو به هم جوش داده. اینا رو توضیح میدیم چطور جوش بدیم و اینا همه تو مبحث مربوط به خودشون حتما اینا رو توضیح میدیم. و این هم به صورت یک باتری در واقع 12 ولت، 3 تا رو با هم سری کرده، یه باتری 12 ولته و در واقع 1.5 آمپر هم هستش. ما یه سری سلول داریم با مشخصات زیر، ولتاژشون 4 ولته، جریانشون 2 آمپر. ما میخواییم به کمک این سلول ها یه پکی درست کنیم که ولتاژش بشه 12 ولت و جریانش بشه 4 آمپر ساعت. خب ما میایم میگیم به دو روش میتونیم این کار انجام بدیم، فرق نمیکنه، هر دو روش یه نتیجه داره. اول میتونیم ولتاژ ها رو به دست بیاریم، باتری ها رو سری کنیم، ولتاژ ها رو به دست بیاریم، بعد چیکار کنیم؟ با پک دومی که سری کردیم این دو تا رو با هم موازی کنیم. خب روش اول ما میگیم ولتاژ ما چند میخواد باشه، در واقع گام اول اصلا میتونیم بگیم، روش نه، هر دو تا یه فرق نمیکنه، به یه نتیجه منتهی میشه. ما میگیم یه باتری میخوایم 12 ولت ولتاژ خروجیمون میخوایم باشه، پس ما 3 تا از این سلول هامون رو میایم چیکار میکنیم؟ سری میکنیم. 3 تا، اگه این 3 تا رو با هم سری کنیم خروجی ما چقدر میده؟ 12 ولت 2 آمپر. خب این سه تا با هم سری شدن، 3 تا 4 ولت شد 12 ولت، جریان هم که ثابت مون 2 آمپر. حالا ما 12 ولت 2 آمپر داریم، ولی اینجا ما باتری 4 آمپر میخواییم. وقتی 4 آمپر میخواییم بس ما یه همچین پک دیگه ای نیاز داریم. این اگر خودش را یه باتری در نظر بگیریم، ما میگیم یه همچین باتری داریم با این مشخصات، یه دونه این سه تا شدن یه باتری با این مشخصات 12 ولت 2 آمپر. ما اگه یه 12 ولت 2 آمپر دیگه ای داشته باشیم، به فرض مثال به این شکل، اینا رو بخوایم با هم موازیشون کنیم، خروجی ما یک باتری خواهیم داشت که 12 ولت 4 آمپر خواهد بود. توی حالت موازی ولتاژ ها ثابت میموند و در واقع شدت جریان ها با هم جمع می شده. می آیم دقیقا یه سلول دیگه مثل همین پکش می کنیم به این صورت. خب حالا ما دو تا باتری داریم که 12 ولت 2 آمپرن. اگر این دو تا را به صورت موازی با هم وصل کنیم، خروجی ما اینجا خواهد داشتیم 12 ولت 4 آمپر ساعت. به این روش ما این میتونیم یه باتری 12 ولت. روش دومش اینه که باتری ها رو دو به دو بیایم اول با هم پک کنیم، اون اول به اون جریانه برسیم. اینجا اول به اون ولتاژ رسیدیم، تو روش دوم بیایم اول به اون جریانه برسیم. خب همونم انجام میدم، اینو پاک کنم. خب توی روش دوم ما میخواییم باتریامونو اول جریانش رو ببریم به 4 آمپر. برای اینکه به 4 آمپر برسونیم مجبوریم اینا رو چیکار کنیم؟ دو به دو با هم موازیشون کنیم به این صورت. وقتی اینو با هم دو به دو موازی کنیم میشه یک باتری 4 ولت 4 آمپر. حالا این شد یک باتری 4 ولت 4 آمپر. یکی دیگه هم دوباره میایم باز به همین صورت موازی میکنیم به این شکل. خب این هم شد یه 4 ولت 4 آمپر، منفی منفی، مثبت مثبت، منفی مثبت، منفی مثبت، و دوباره یکی دیگه هم باز به همین صورت منفی مثبت، منفی مثبت،
منفی ها به هم، مثبت ها به هم. خب حالا ما سه تا باتری داریم که هر کدوم 4 ولت 4 آمپر هستش. ما اگه بخوایم اینا رو از این نقاط به هم وصل کنیم، این میشه یک باتری 12 ولت 4 آمپر ساعت. به این روش هم میتونیم اول این دوتا رو 2 به 2 موازی کنیم، بعد این دوتایی که 2 به 2 شدن این دوتا رو با هم تک به تک سریشون کنیم. فرقی نمیکنه. البته توی پک کردن میبینیم که حالا تو کار عملی که میخوایم انجام بدیم میبینیم که در هر دو صورت به یه نتیجه میرسیم، اصلا هر دو حالتش یکی هستش.